چهارشنبه 29 آذر ماه 1402 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال 1403 موافقت کردند. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. مجلس در جلسه علنی روز 21 آذر کلیات لایحه بودجه سال 1403 را تصویب نکرد. دولت 6 روز بعد اصلاحیه این لایحه را به مجلس برد. اکنون کلیات لایحه پذیرفته شده و کمیسیون تلفیق باید جزئیاتش را بررسی کند. دولت در لایحه اصلاحیه بودجه در کنار طرح موضوعات دیگر پیشنهادی را برای همسانسازی پلکانی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه کرده که برای تأمین بودجه‌اش افزایش مالیات بر ارزش افزوده را مد نظر قرار داده است. برخی از نمایندگان به این طرح واکنش نشان دادند و عنوان کردند که دولت مجلس و بازنشسته ها را مقابل هم قرار داده است. در دیدگاه با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه می‌شویم تا درباره اصلاحات این لایحه بپرسیم و ببینیم چشمانداز اقتصادی ایران را در سال آینده چگونه ترسیم می کند. آقای غیبی، در لایحه بودجه سال 1403 چه تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفت که منجر به تصویبش در صحنه علنی مجلس شد؟ لایحه بودجه زمانی که رد شد خب ایرادات بسیاری بهش وارد بود، از بحث همسانسازی که برای حقوق بازنشسته مورد نظر نمایندگان مجلس بود گرفته تا کسری بودجه‌ای که مطرح بود که ادعا میشد تا 400 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، ابهاماتی که برای بودجه شرکت دولتی بهش وارد بود، یا بحث عدم توجه به تقویت زیرساخت‌ها و بحث منابع سرمایه‌گذاری تو کشور، یا همون ابهاماتی که مثل هر سال در حوزه تأمین مالی برای یارانه دارو، واردات دارو، مسائل این چنینی بود و از هم مهم‌تر پرداخت بدهی‌های دولت، اینها همه وارد بود. ولی در نهایت اون چیزی که امروز اعلام شد به اینا کمترین توجه شده بود، ولی اون بحث مالی همسانسازی رو دولت جدی گرفته بود، اون رو انجام داده، لایحه رو برگردون. حتی یک مقدار شاید بشه گفت این تصویب لایحه بودجه هم ناپلونی بود، خب خیلی آرا نزدیک به هم بود، مخالف و موافق. از اون بر بحث چیزی که به ذهن من رسید که مهم میتونه باشه در آینده، یه تغییری هم داشت مبنی بر این که فروش آرد یارانه ای رو ممنوع کردن به جز نانوایی ها، یعنی به سایر صنوف و صنایع که آرد یارانه استفاده میکردن دیگه بهشون دیارانه فروخته نمیشه. و از اون ور هم همین بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان بود که با حوزه مالیاتی گرهش زدن و میشه گفت که چالشایی رو امروز در مجلس به وجود آورد و در آینده هم حتما بیشتر ازش خواهیم شنید. در بحث مربوط به همسانسازی حقوق بازنشسته ها که یکی از چالش ها و مسئله های مهم بودجه سال آینده است، چه راه حل های پیشنهاد شد آقای غیبی و قراره طی چه بازه زمانی این تغییرات اعمال بشه؟ گفته میشه که دولت مجلس و بازنشسته ها رو در مقابل هم قرار داده. این گزاره اساسا چه معنایی داره؟ اون چیزی که اعلام شده اینه که قرار تا 3 سال آینده به طور مشخص حقوق بازنشسته ها، تمام بازنشسته ها، تا 90% حقوق شاغلان افزایش پیدا بکنه. و نکته اساسی اینه که محل افزایش و پرداخت این حقوق رو مالیات بر ارزش افزوده قرار دادن، یعنی اون 50 هزار میلیارد تومان بودجه که نیاز هست رو قرار هست مالیات بر ارزش افزوده رو گران بکنن. این دقیقا همون نقطه‌ایه که میگن دولت مجلس و بازنشسته ها رو کنار روبروی هم قرار داده. البته به باور من مجلس و مردم رو روبروی هم قرار داده، چون اگر مجلس بخواهد در آستانه انتخابات بحث افزایش همسانسازی حقوق بازنشسته ها رو دنبال بکنه و بهش رأی بده، باید به افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده رأی بده و در حقیقت مردم مالیات بیشتری خواهند داد و از اون ور دولت مالیات رو دریافت میکنه و در قالب حقوق فقط به بازنشسته ها پرداخت میکنه. یعنی یک جامعه 85 میلیونی مصرف کننده مالیات بیشتری پرداخت میکنه که تا یک جامعه چند میلیونی
بتونن افزایش حقوق رو تجربه بکنن. این اتفاقی که در عمل میفته، اگر هم مجلس به این رأی ندهد، خب بحث همسانسازی منتفی میشه و میشه گفت که عملا مجلس رو در مقابل بازنشسته ها قرار میده. اساسا هم ایرادی که در بررسی قبلی گرفته شد و رد شد لایحه بودجه، برمیگشت به همین نکته که مجلس دنبال بهره برداری سیاسی از همسانسازی حقوق بازنشسته ها بود. امسال سال انتخابات در ماهای پیش رو، اصلا ما انتخابات مجلس رو داریم، برای همین خیلی دوست دارن نمایندهای مجلس که از این به عنوان یک دستاورد برای خودشون رزومه سازی بکنن و بهره برداری سیاسی بکنن ازش. دولت هم با توجه به علم به این موضوع افزایش همسان سازی رو گره زد به افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده که عرض کردم. خب خود همین تبعات بسیار زیادی رو برای مصرف کننده به دنبال خواهد داشت. افزایش 49% مالیات با واقعیت‌های اقتصادی امروز ایران همخوانی داره آقای غیبی؟ آیا دولت سازوکارهایی برای برخورد با معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی تعریف کرده، یا گرفتن مالیات صرفاً بر صنوف و کارمندان متمرکز خواهد بود؟ ببینید، اصلا در حوزه مالیاتی اتفاقهایی هم داره پشت پرده میفته که در هیجان اخبار روز، اخباری که مثل فساد نزدیک به 4 میلیارد دلاری چای و مسائل دیگر داره گم میشه. مثلا به طور مشخص شاید بشه اشاره کرد به خبری که خبرگزاری تسنیم اتفاقا زد و از اونجایی که وابسته به نهاد امنیتی سهامی دولت برای من جالب بود، که مشخصا اومد گفت که دولت مالیاتی که امسال از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کرد یک چیزی حدود 190 هزار میلیارد تومانه، ولی اون بخش از مالیات اشخاص حقوقی که معافیت دارن و مالیات نمیدن 345 هزار میلیارد تومانه. این عدد رو وقتی کنار هم قرار میدیم، ما دو برابر مالیاتی که امسال حاصل وصول میشه معافیت مالیاتی داریم. این همون بخشی که شما دارین بهش اشاره میکنین که معافیت های مالیاتی در کنار این قرار میگیرد اون فرارهای مالیاتی. هیچ برنامه‌ای دولت برای اینها نداره، از قضا برنامه‌ای برای دریافت مالیات ازشون ندارد، که هیچ سازمان امور مالیاتی تا روزهای گذشته یک بخشنامه‌ای رو هم ابلاغ کرده. این همون نکته‌ایه که در لابلای خبرهای هیجانی روز گم میشه. بر اساس اون بخشنامه قرار شده مالیات بر ارزیابی، یعنی تجدید ارزیابی، تعلق نگیره. شرکت هایی که صراحتا اعلام کرده شرکت هایی که افزایش ارزش بر بهشون وارد میشه از محل تجدید ارزیابی مشمول مالیات نیستن و معافیت مالیاتی میگیرن. به طور مثال شاید یک نمونه ملموسش رو بخوایم بگیریم، مثلا مجموعه بانک آینده و ایران مال رو که تقریبا مجددا ارزیابی کردن و خب این تجدید ارزیابی باعث خروج از ورشکستگی اون بانک شد، اون ارزش افزوده جدیدی که ایجاد میشه معاف از مالیات. این برای تمامی شرکت تا صادره. اینها رو دارن انجام میدن و در نهایت به نفع خودی ها، حلقه های خودی، کارتل ها، هلدینگ ها، اشخاص، شرکت های نزدیک به حلقه های مختلف حاکمیت، در رأس هرم حکمرانی گرفته تا نهادهای امنیتی و نظامی، اینها به این شکل معاف از مالیات هستن و در نهایت اون مصرف کننده، حقوق بگیر، اون مزد بگیر، فشار مالیاتی رو تحمل میکنه. اساساً مهمترین ایرادها و اشکالاتی که از طرف نمایندگان مخالف لایحه بودجه مطرح شد روی چه مسائلی متمرکز بود آقای غیبی؟ شاید جالب باشه کلن امروز اصلی ترین موضوع هم بحث مالیات بود، مالیات بر ارزش افزوده، که ضمن اینکه در حوزه همسانسازی بهش نقد وارد بود، یک نقد دیگری هم وارد بود که اساساً 1% ارزش افزوده در نهایت منجر، تجربه هم ثابت کرده، منجر به افزایش تورم میشه، افزایش قیمت ها رو به دنبال داره. در کنارش همین بحث مالیات بر درآمد و مشاغل هم مطرح راهه که تا 49% افزایش مالیاتی رو دولت دیده. خب اون بحث های معافیت از مال، پخش های معاف از مالیات هم هست و در نهایت فشار میفته بر طبقه حقوق بگیر و مصرف کننده که این مردم عادی که این مالیات رو باید پرداخت بکنن. و خب من لابلای خبرها دیدم فعالای بخش خصوصی هم گلایه داشتن. رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران هم گفته بود که این مالیاتی که بر سال آینده دیدن
از توان بخش خصوصی، از توان حوزه تولید خارج این حوزه دو ساله به طور مشخص در سال 1402 یک رکود تورمی سنگین رو داره تجربه میکنه. هزینه های بسیار زیاد مالی بهشون وارد شده، چه از جنبه تأمین مالی چه از جنبه افزایش هزینه های جاری. اینها این مشکلات رو دارن باش دست به گریبان هستن و مالیاتی که سال آینده بهشون میخوره اینها رو به طور کامل میتونه از چرخه تولید و فعالیت اقتصادی خارج بکنه و به طور کلی برای عموم مردم هم خب این انتقادایی که به بودجه وارد هست، بحث تورم زا بودنش و هشداری که کارشناسان برای گرانی فزاینده در سال آینده میدن. اگر این بودجه با همین شکل و شمایل تصفیه بشه، آقای غیبی، شما چه چشم‌اندازی از اوضاع اقتصادی سال 1403 دارید؟ چه شرایطی رو میشه برای مردم در ایران متصور شد؟ ببینید خیلی ساده همین بخش مالیات رو ببینید، فشارش در نهایت به مردم وارد خواهد شد. افزایش قیمت تمام شده رو خواهیم داشت و مردم مصرف کننده عادی باید بهای بیشتری رو بابت کالا و خدمات پرداخت بکنن. یک بعد دیگه بودجه کسری شدیدیه که داره. این کسری بودجه هم خب طبق سنت دولت‌های قبلی و 4 دهه گذشته قاعدتاً دولت به سمت استقراض از بانک‌ها میره، چاپ پول، بازی با دلار، بازی در بازار بورس، تمام اینها در نهایت تورمزا هستند و یک تورمی هم از این جنبه به مصرف کننده تحمیل میشه. از اون بر ما بحث افزایش کمتر از 20% حقوق دستمزد رو داریم. هنوز هم جلسات تعیین دستمزد کارگران برگزار نشده، پیش بینی میشه در نهایت در خوشبینانه‌ترین حالت 20% باشه برای کارمندان هم که 18% دیدن. این در کنار تورم 45% فعلی یک فاصله معناداری داره، یعنی فشار کماکان ادامه خواهد داشت بر این بخش. اون تورم حاصل از مالیات، تورم حاصل از کسری بودجه هم اضافه خواهد شد. سیاست‌های تورمزای دولت در بقیه بخش هم ادامه داره. به طور کلی سال آینده سال بسیار بسیار سختی برای مردم عادی به خصوص کارگران و حقوق بگیران خواهد بود و شاید این فشارها تغییرات اجتماعی گسترده‌ای رو هم به دنبال خودش داشته باشه. سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.